برای اینکه متوجه بشی عفونت زنان داری، اصلا لزومی نداره بری سونوگرافی. خیلی راحت تو خونه میتونی تشخیص بدی. ببین گاهی وقتا مراجعه میکنن میگم شما عفونت زنان داری، از طریق زبان یا عنبیه چشمشون متوجه میشی، از رو دست شما متوجه میشی. یا گاهی وقتا خودشون یه شرح حالی میدن، مثلا یه دردایی دارن یا یه مشکلاتی براشون به وجود میاد، مثلا زانوشون درد میگیره. بعد میگم شما عفونت زنان داری، میگه من سونوگرافی نرفتم. اصلا لزومی نداره شما سونوگرافی بری. یک زن باید حتما اینا رو بلد باشه. اینا زن کدبانو به همین جور زنها میگفتن که اینجور مسائل رو بلد بودن. نیازی به آزمایش دادن نیست حتما. اگر نیازی به شناخت از روی مسائل تخصصی طب سنتی هم نداره. یعنی حتما لزومی نداره شما بدونی جای تخمدان و رحم توی زبان کجاست یا توی عنبیه چشم کجاست که بتونی متوجه بشی. هرچند اینا رو تو آموزش ما توضیح میدیم براتون که خودتون هم خیلی راحت میتونید بفهمید. اما هر زنی که ترشحات متعفن، چه سفید یا پنیری یا زرد یا سبز رو لباس زیرش ببینه، یعنی 100% عفونت داره. این حداقل چیزیه که یه زن میتونه درک بکنه که عفونت داره. حالا درمانش چیه؟ اول ازت خواهش میکنم حتما یادت باشه استوریامون رو راجع به این موضوع نگاه بکن، فکر میکنم هایلایت هم بشه که چقدر مراجعه کردم با این داروی ژلاتینی رفع عفونت، پولیپشون و عفونت رحمشون و کیست تخمدان و فیبروم داخل رحمی یا اینترامورالشون برطرف شده. و یه بخور مخصوص زنان هست که اونم خیلی خیلی کمکت میکنه. میگم تو کپشن اطلاعاتشو برات میذارم دوستانم، همکارانم. اما داروهای خودم رو بهت گفتم، دلم نمیاد یه داروی خونگی هم بهت یاد ندم که خودت اگر همچین مشکلی داشتی نتونی برطرفش کنی. که اینم با لهجه اصفهانی میگم که نگو اصفهانی خسیسن، نمکی ترکی رازیانه خارخاسک مغزی هسته تمر هندی. منتها ببین این خیلی مهمه که هسته تمر هندی رو چطوری مغزش رو جدا بکنی، چون اگه بخوای بشکنی و اینا نمیتونی باز مغزش رو در بیاری. اینو میریزی تو سرکه. خود اینم یه خود این سرکه هم خودش بعدم به کار میاد. اینو میریزی تو سرکه، دو بنده انگشت روش رو سرکه بگیره، 4-5 روز میمونه، قشنگ نفوذ میکنه، بعد راحت پوست قهوه‌ای سختش کنده میشه. مغزش رو جدا میکنی، میذاری خشک میشه، همه رو با هم دیگه پودر میکنی، توی یه پارچه یه کتان میپیچی، مثلا یه تنظیف یا یه پارچه پنبه‌ای. بعد سرش رو میبندی با نخ دندون، تهش هم با نخ دندون میبندی، متا این قسمت تهش یه دو وجب یه وجب نخ دندون اضافه باقی بمونه. اینو میکنیش تو روغن زیتون، بعد آغشتش میکنی به عسل، شب میذاری داخل واژن تا صبح میمونه و این کارو چند روز تکرار میکنی. عفونت رحم اگر کیستای ساده باشن، فیبرومای ساده تخمدان، اینا رو میتونه برطرف بکنه خیلی راحت. حالا داروی خوراکی هم میتونی شربت پیاز یا دستور مدرسان شریف رو استفاده بکنی. دستور مدرسان شریف اینه: یه پارچ آب، یه مش آبیشن، یه مش پنیرک، یه قاشق مرباخوری، زردچوبه که کرکیوم خیلی زیادی داره، ضد عفونی کننده و ضد قارچ و ضد باکتری فوق العاده قویه. مقالات علمی خیلی زیادی داریم، میتونی بری توی SID سرچ بکنی و حتما ببینی که دانشمندان ایرانی چقدر توی این موضوع کار کردن. مقالات خارجی هم هست که فکر میکنم احتمالاً شاید دسترسی نداشته باشید. اگر دسترسی داشتید تحت عنوان کرکیوم میتونید سرچش بکنید. بعد این رو 10 دقیقه 5 دقیقه میجوشونی و صافش میکنی. از صاف شدهش روزی 2 تا 3 لیوان میخوری. شربت پیازم 400 گرم پیاز رو توی یه مقدار 1.5 لیتر 1 لیتر آب میجوشونی با شکر سرخ، تقریبا قوام که اومد صافش میکنی، روزی 2-3 تا فنجون میتونی ازش استفاده بکنی. یاد باشه دستورات بهداشتی بانوان حتما رعایت بکن. لباس زیرت باید نخی باشه، حتما سفید باشه، رنگی نباشه، چاپ نداشته باشه. 3 بار بیشتر حق نداری بشوریش، بعد از 3 بار قیچی کن، معدومش کن، بنداز دور. نظافتت باید با نوره باشه، با تیغ خودتو تمیز نکن. یه آفتابه ترجیحاً مسی میذاری توی خونه، توش 2 لیوان سرکه، 1 قاشق نمک، 1 قاشق پودر زاج سفید میریزی و 1 قاشق مرباخوری گوگرد مایع ترجیحاً. بقیهشو از آب پر میکنی، بعد از طهارت گرفتن توی دستشویی خودتو با آب این آفتابه شستشو میده و بلند میشی. اگر آفتابه مسی دم دستت نبود، ترجیحاً میتونی از همون آفتابه پلاستیکی استفاده کنی، ولی توش یه تیکه ورق مسی یا یه تیکه فلز مس، حالا هر شکلی که باشه، بندازی، همون کار رو برات انجام میده. دمت گرم دکتر جون، یادت نره کامنت کنی.
یه خاطره کوچیک واسات بگم. ببین این قضیه دکتر جون من برات تعریف کنم از کجا اومده، که وقتی بهت میگم کامنت کن دمت گرم دکتر جون بدونی که داستانش چیه. حالا برای بعضی جذاب نیست، برای بعضی جذابه. هر چیزی که جذابیت داره یا میگیره معمولا یه قصه داره برای خودش. هر کسب و کاری، هر کلامی، مثلا این جون دل یه داستانی داره قطعا. من 10 سال پیش، تقریبا 10-11 سال پیش که توی ویچت و وایبر و اینا کار میکردیم، چیزم بود، تلگرامم تازه اومده بود، گروه های 100 نفری میشد تشکیل بدیم. بعد خب 10-15 تا ادمین داشتم که تالا نیده بودمشون، همه هم بچه های متدین، همه هم خانوم بودن، از نوع گفتار و اینا همه مشخص بود که آدم های خیلی مؤمنه ای هستن. بعد منم درمان میدادم، اینا خوب میشدن. بعد میومد مثلا یه بار یکیشون به من گفتش که پیازو توی یه مقدار 1.5 لیتر 1 لیتر آب میجوشونی با شکر سرخ، تقریبا قوام که اومد صافش میکنی، روزی 2-3 تا فنجون میتونی ازش استفاده بکنی. یاد باشه دستورات بهداشتی بانوان حتما رعایت بکن، لباسیرت باید نخی باشه، حتما سفید باشه، رنگی نباشه، چاپ نداشته باشه. 3 بار بیشتر حق نداری بشوریش، بعد از 3 بار قیچی کن، معدومش کن، بنداز دور. نظافتت باید با نوره باشه، با تیغ خودتو تمیز نکن. یه آفتابه ترجیحاً مسی میذاری توی خونه، توش 2 لیوان سرکه، 1 قاشوق نمک، 1 قاشوق پودر زاج سفید می‌ریزی و 1 قاشوق مرباخوری گوگرد مایه ترجیحاً. بقیه‌شو از آب پر می‌کنی، بعد از طهارت گرفتن توی دستشویی خودتو با آب این آفتابه شستشو می‌دی و بلند می‌شی. اگر آفتابه مسی دم دستت نبود، ترجیحاً می‌تونی از همون آفتابه پلاستیکی استفاده کنی، ولی توش یه تیکه ورق مسی یا یه تیکه مثلا دستت درد نکنه دکتر جون. منم گفتم نه چی دکتر، دیگه به من نگی دکتر. خلاصه این اصلا مونده بود تو ذهن من. بعدا همینطوری دیگه کار ادامه پیدا کرد، انقدر آشنا شدم بیشتر با مردم که دیدم اصلا دلشون دریاست واقعا، اصلا کسی قصد و غرضی نداره، با کلام محبت آمیز داره باهات برخورد میکنه. آره این داستان دکتر جون خلاصه از اونجا اومد. تموم شد دیگه حسین جان، قطعش کن.